سلام بر شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا. خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. به دنبال انتشار یک فایل صوتی منتسب به عباس عراقچی، وی آن را ساختگی خواند و گفت این اقدام بازی با منافع ملی است. اخیراً یک فایل صوتی از آقای عراقچی منتشر شده که در آن گفته شده آمریکا غنی‌سازی را به عنوان حق برای ایران نپذیرفته است. انتشار این فایل با موج جدید انتقادها به مذاکره کنندگان هسته‌ای همراه شده است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید یک فایل صوتی که از وی در سایت ها منتشر شده و حاکی از تأکیدش بر به رسمیت شناخته نشدن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی از سوی پنج به علاوه یک است ناقص و تحریف شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی با اشاره به این فایل صوتی گفت پخش ناقص و تحریف شده این سخنان در یک جلسه خصوصی تعجب آور است و نگرانم که اینطور بازی با منافع ملی تا کجا می خواهد پیش برود. و افزود همانطوری که حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند، توافق ژنو صراحتاً حقوق هسته‌ای کشورمان را به رسمیت شناخته و با پذیرش ادامه غنی‌سازی در ایران حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی را تثبیت کرده است. در فایل صوتی که از سخنرانی معاون وزیر امور خارجه در قم در سایت های اصولگرایان منتشر شده است، آقای عراقچی میگوید از اول هم آمریکایی‌ها خداوکیلی به ما گفتند که ما غنی‌سازی شما را میپذیریم ولی نه به عنوان حق، چون برای نزدیکترین متحدین خودمون هم نپذیرفته ایم. در ادامه فردی از وی میپرسد اگر آمریکا حق غنی‌سازی را نمیپذیرد پس نامه رئیس جمهوری به رهبری بلوف بوده. آقای عراقچی پاسخ میدهد بین خود ما حتی در سطح رئیس جمهوری این کلمه حق و شناسایی حق کمی قرقاتی شده. اینکه آقای رئیس جمهور در نامش نوشته که حق به ما را به رسمیت شناختند، ایشان اشتباه کردند. از اول خود رئیس آمریکا ما گفته شما قلیسازی شما میپذیرید ولی نه به عنوان حق، چون برای نزدیکتری منتقیدی خودمون نپذیرید و همین هم متوجه شده بودید، چون نبوده که ما پده هم موارد رو داشته باشه متوجه شده بودید و با علم همه دست ما گرفتید. اگر آمریکا هم بزن سازی و یعنی تذیرت پس نامه رژیم برنگری بلوک بوده است. همین میخوام از این بگیه خود ماها حتی در سطح رژیم بود که کلمه حق و شناسایی حق و شناسایی هم یه خود رواتی شد. هم خود این هم که فیلمی که داخل حق میشه تو ما بگیم حق غنی سازی داریم، حق ما رو رسمیت شناختن، یکی بگیم دو فکر شناختن، دو چی شناختن، ولی صورت مسئله اینطوری این که آقای رئیس جمهور اگه تو نامش نوشته که حق ما رو رسمیت شناختن ایشون اشتباه کرد. عباس عراقچی میگوید که این بخش از سخنان تحریف شده و از رسانه ها خواسته در شرایطی که مذاکرات به مراحل حساس و پیچیده کنونی رسیده از اظهارات و ادعاهای بیپایه و اساسی که مغایر با منافع ملی و در راستای اهداف بیگانگان و دشمنان ایران اسلامی است خودداری کنند. وی همچنین به رسانه ها توصیه کرد که منافع ملی کشور و احقاق حقوق هسته‌ای ملت ایران را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی نکنند. بحث بر سر حق غنی‌سازی از نخستین روزها پس از توافق ژنو که سوم آذر ماه میان جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک حاصل شد مورد بحث و نزاع بوده، در حالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید دارند که در این توافقنامه بر حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی تأکید شده، آمریکا بارها گفته است که چنین مسئله‌ای صراحتاً در توافقنامه ژنو ذکر نشده است. طرف غربی می‌گوید ایران به صورت محدود می‌تواند غنی‌سازی کند و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی این اظهارات را اعترافی بر حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی می‌داند.
از دیگر سو شماری از اصولگرایان در ایران از توافق پیش آمده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرده و تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم کردند. دو دیپلمات به نقل از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش توانایی ایران برای تولید بمب اتمی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این دو دیپلمات گفتند در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید خواهد شد که ایران نینی از اورانیوم غنی شده 20% خود را رقیق کرده و همین عامل توانایی این کشور برای تولید بمب هسته‌ای را کاهش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود همچنین تایید می‌کند ایران همزمان با ادامه مذاکراتش با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به تعهدات خود طبق توافق ژنو عمل کرده است. ذخایر اورانیوم غنی شده 20% در ایران یکی از نگرانی‌های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و محور مذاکرات ژنو بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود شب گذشته به تهران بازگشت. وی در سخنانی گفت در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی و یا در سایه انزوا به توسعه و رفاه مطلوب ملت خود دست یابد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود طی اظهاراتی گفت اراده و تصمیم این دولت رابطه بسیار مناسب با همسایگان و رابطه خوب با همه کشورهایی است که به حقوق ملت ایران، به منافع ملی ما و به جایگاه بلند ایران و ایرانی احترام می‌گذارند. وی افزود ما قدم اول را برای ارتباط خوب با همسایگانمان و ارتباط متقابل با جهان برداشته ایم و امروز شرایط ما نسبت به رابطه با جهان با دیروز بسیار متفاوت است. روحانی گفت در کنار حفظ عزت و سربلندی ایران عزیز می‌خواهیم با همه کشورهای منطقه و همه کشورهای جهان که قصد خصومت با ایران عزیز ندارند ارتباط خوب و دوستانه‌ای داشته باشیم. حسن روحانی در اظهارات جداگانه دیگری هم با اشاره به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران گفت که آنها در صحنه بین‌المللی کار بزرگی را انجام دادند. وی گفت دولت باید شرایط را فراهم کند و البته ما مشکلات بین المللی داریم که به اعتقاد من در این مدت خادمان مردم در صحنه بین المللی کار بزرگی را انجام دادند. رئیس دولت 11 همچنین در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت دولت با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات مربوط به استان خاصی نیست و مشکل ملی است. رئیس جمهور ادامه داد کم آبی و مزل آب سراسری است. ما در اصفهان، آذربایجان غربی و استانی مثل خوزستان و بوشهر و حتی استان خراسان رضوی هم مشکل آب داریم. روحانی با بیان اینکه جز یکی دو استان که شرایط اقلیمی متفاوتی دارند، مابقی استان‌ها مشکل آب دارند، اضافه کرد بیکاری هم یک مسئله عام است. حسن روحانی در اظهارات دیگری هم با بیان اینکه مردم و نیروهای مسلح کار بزرگی را در برقراری امنیت استان سیستان و بلوچستان انجام دادند، مدعی شد که امنیت بسیار خوبی در سطح این استان برقرار شده است. اعضای بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به امنیتی کردن فضای این دانشگاه به منظور تأمین امنیت حسن روحانی دست به تجمع زدند. به گزارش وبسایت سازمان بسیج دانشجویی برای تأمین امنیت حسن روحانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، نیروهای نظامی با سلاح نیمه سنگین مستقر شده و از ورود گروهی از دانشجویان به محل سخنرانی وی ممانعت شده بود. بسیج دانشجویی در اعتراض خود به روحانی با بیان اینکه چنین وضعی تاکنون سابقه نداشته نوشت خودروهای نظامی حامل دوشکارا از مرزها و نقاط خطرخیز به دانشگاه آوردند، غافل از آنکه مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست. بسیجی ها در ادامه بیانیه اعتراضی خود نوشتند تک تیرانداز حرفه‌ای که سالیان سال چشمانش به دیدن اشرار و تروریست ها عادت کرده بود حال باید دانشجوی جزوه به دست و نگران امتحان میان ترم فردا را مراقبت کند.
دانشگاه را خطکشی کردند. اگر هم دانشجویی بخواهد از فنس‌های بیشمار و نرده‌ها و داربست‌های چیده شده عبور کند، کارش با گارد امنیتی تیم است. حضور نمایندگان دانشجوها و تشکل‌های دانشجویی را که ان لم یکن نمودند و اجازه نفس کشیدن در دیدار با رئیس جمهورشان را ندادند. تدبیر را به تکثیر، امید را به حدید و اعتدال را به اختناق تبدیل کردند، غافل از آن که مقدرات این مملکت دست این دانشگاهی هاست. در این تجمع شعارهایی همچون دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد سر داده شد و به برخی سیاستهای دولت یازدهم اعتراض شده است. گفتنی است این تجمع با حمایت مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد و وی با حضور در جمع معترضان امام جماعت نماز آنها شد. حسن روحانی در سومین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان رفته و روز گذشته در دانشگاه زاهدان سخنرانی کرد. اما دانشجویان بسیجی میگویند مخاطبان رئیس جمهور گزینش شده بودند. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان اینکه در جمهوری اسلامی در حق زنان اجحاف نشده است مدعی شد در ایران فرصت‌های اجتماعی بسیاری برای زنان فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی گفته تفاوت‌های میان مرد و زن در امور حقوقی اسلام ناچیز است. وی همچنین از همگان خواست که حقوق بالای زن در جمهوری اسلامی را معرفی کنند. روز سه‌شنبه نیز حسن روحانی در سفر خود به سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در کشور شهروند درجه دو نداریم، بار دیگر تاکید کرد هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم و در کشور ما شایسته سالاری حاکم است. اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مورد عدم وجود تبعیض جنسیتی در ایران در حالی بیان می شود که زنان در ایران طبق قوانین با مسئله سهم ارث کمتر، حجاب اجباری و مسائل دیگری نظیر جلوگیری از حضور آنان در استادیوم‌ها روبرو هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای مازندران به مسکو می رود. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مهدی صناعی سفیر ایران در مسکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مهر ماه در اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها در آستاراخان شرکت خواهد کرد. آقای روحانی خواستار توسعه روابط استراتژیک با مسکو شده است. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای مازندران اختلاف نظر دارند. تنها چند ساعت پس از آنکه تصویر دیدار حسن روحانی با همسر جمشید دانایی فر منتشر شد، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا کرد دانایی فر با جیش العدل همکاری داشته است. گروهبان جمشید دانایی فر بهمن ماه گذشته به همراه 4 سرباز نیروی انتظامی به اسارت جیش العدل درآمد و چندی بعد این گروه تروریستی ادعا کرد که وی را کشته است. با این حال تا کنون نه جنازه وی تحویل داده شده و نه دلیل قابل قبول دیگری برای پذیرش ادعای قتل وی از سوی جیش العدل ارائه شده است. این ابهام باعث شد که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال کشته شدن یا زنده بودن وی در رسانه‌ها مطرح شود. اما خانواده این مرزبان مفقود الاثر از رسانه‌ها خواستند از انتشار اخبار غیر مستند در این باره خودداری کنند. با این حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم که به طیف افراطی حامی احمدی نژاد وابسته است، نه تنها از وجود سند و شواهدی صحبت کرد که نشان می‌دهد دانایی فر زنده است، بلکه در گفتگو با ایسنا مدعی شد که قرائنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمشید دانایی فر با جیش العدل همکاری داشته است. در همین راستا سخنگوی وزارت کشور نیز به ادعای این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی واکنش نشان داد و گفت من تا به حال چنین چیزی را نشنیدم. باید با آقای حسینی گفت که ایشان این اطلاعات را با استناد به چه مدارکی مطرح می کنند.
حسین علی امیری افسود سیستم نظارتی نیروهای مسلح به حدی قوی است تا هر کسی اجازه ورود به آن را نداشته باشد. مطمئناً افرادی که وارد این ارگان می شوند از یک سری فیلترهای نظارتی می گذرند. همچنین در دوران خدمت نیز بر آنها نظارت کافی اعمال می شود. معاون وزیر خارجه کویت با اشاره به اختلافات اخیر قطر با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آمادگی این کشور برای رفع اختلاف میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خبر داد. خالد جارالله در پایان 11 دور نشست مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد اختلافات موجود بر شورای همکاری و نشستهای آتی آن تأثیر نمی‌گذارد. چند پیش عربستان سعودی، امارات و بحرین به دلیل اختلافات امنیتی و حمایت دوحه از اخوان المسلمین مصر سفرهای خود را از قطر فراخواندند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل کشته شدن یک افسر پلیس اسرائیلی در مناطق اشغالی انتقاد کرد. او گفت کشته شدن افسر اسرائیلی نتیجه رفتارهای به گفته او تحریک‌آمیز رهبران فلسطینی است. به گفته ارتش اسرائیل روز دوشنبه یک افسر عالی رتبه اطلاعاتی در روستایی در نزدیکی شهر الخلیل کشته شد. الخلیل بزرگترین شهر کرانه غربی رود اردن است که توسط اسرائیل اشغال شده. الجزایری‌ها امروز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. ناظران داخلی و خارجی می‌گویند با اینکه عبدالعزیز بوتفلیقه بیشترین وقت پیروزی را دارد، با این حال یک انتخابات عادلانه و آزاد برگزار نخواهد شد. آقای بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی با اینکه از یک سال پیش در پی سکته قلبی روی صندلی چرخدار نشسته است، برای چهارمین بار پیاپی نامزد اصلی انتخابات است. مهمترین رقیب انتخاباتی بوتفلیقه میتوانست احمد بن بیتور باشد. او به عنوان یک کارشناس اقتصادی مایل بود برای انجام تغییرات اساسی جای بوتفلیقه را بگیرد. اما وقتی بوتفلیقه برای چهارمین بار نامزد شد، کاندیداتوری خود را پس گرفت. در حال حاضر تنها رقیب جدی بوتفلیقه نخست وزیر 69 ساله پیشین الجزایر علی بن فلیس است. وزارت خارجه روسیه از آمریکا به دلیل ندادن ویزا به حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای اقدام آمریکا را نادیده گرفتن تعهداتش به عنوان میزبان مقر سازمان ملل و به منزله فشار سیاسی بر یک دولت عضو این سازمان دانسته است. در همین راستا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است کشورش درباره موضوع صدور روادید برای حمید ابوطالبی با ایران گفتگو کرده است. ماری هارف گفته من نمی‌دانم انگیزه ایرانی‌ها از معرفی ابوطالبی چه بوده است و نمی‌خواهم آن را حدس بزنم. ما می‌خواهیم که از این موضوع عبور کنیم. موضع ما مشخص است و گفته‌ایم که به ابوطالبی روادید نخواهیم داد. بهتر است که ایرانی‌ها هم از این موضوع عبور کنند. کاخ سفید از اقدامات اوکراین برای اعاده قانون و نظم در شرق این کشور حمایت کرد و از کیف خواست تا به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند. در همین راستا ناتو هم اعلام کرد در واکنش به وخیم‌تر شدن بحران اوکراین قصد دارد نیروهای هوایی، دریایی و زمینی خود را در اروپای شرقی تقویت کند. سخنگوی کاخ سفید از اقدامات اوکراین برای اعاده قانون و نظم در شرق این کشور حمایت کرد و از کیف خواست تا به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند. جیکانی در این زمینه به خبرنگاران که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری سفر می‌کردند گفت که کیف تاکنون با خویشتنداری قابل تحسینی نسبت به اقدامات بی‌ثبات کننده جدایی طلبان مسلح در این کشور برخورد کرده است. در همین حال مسکو از ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که از جنگی که کیف علیه مردم خود اعلام کرده است حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد از عملیات ویژه ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان مسلح و هوادار مسکو در شرق کشور به عنوان جنگ علیه مردم اوکراین یاد کرده است.
مسکو نسبت به آنچه که پیامدهای وخیم چنین حملات بی‌ملاحظه‌ای از دار و دسته‌اش در کیف خوانده به واشنگتن هشدار داده است. در رویدادی دیگر، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت که در واکنش به وخیم‌تر شدن بحران اوکراین قصد دارد نیروهای هوایی، دریایی و زمینی خود را در اروپای شرقی تقویت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، پس از یک جلسه 28 نفره عضو این سازمان گفت امروز بر سر یک مجموعه از اقدامات نظامی به توافق رسیدیم. آقای راسموسن در ادامه اظهار داشت که ناتو بر طبق این توافق هواپیماهای بیشتر در هوا و کشتیهای بیشتری در آب خواهد داشت و در زمین هم آماده تر خواهد شد. وی همچنین از بازنگری و تقویت طرح‌های دفاعی ناتو خبر داد. دبیر کل ناتو جزئیات زیادی از محل استقرار نیروهای جدید و نوع نیروها ارائه نداد، اما گفت که این تقویت نیرو افزایش تعداد پروازهای نظامی بر روی دریای بالتیک را به دنبال خواهد داشت و کشتیهای بیشتری به آن منطقه و شرق مدیترانه اعزام می‌شوند. وی گفت که این تصمیم بلادرنگ به اجرا در می‌آید و تصمیم‌های بیشتری در این رابطه در راه است. در رویدادی دیگر، جمهوری خودمختار ترانسنیستر که هم مرز با اوکراین است، از اتحادیه اروپا خواست تا استقلالش را به رسمیت بشناسد. یوگنی شوچوک که به عنوان رهبر ترانسنیستر شناخته می‌شود، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که تنها از راه به رسمیت شناختن ترانسنیستر از طرف اتحادیه اروپا است که امنیت و صلح در این منطقه برقرار خواهد شد. پارلمان ترانسنیستر کمی قبل در قطعنامه‌ای از روسیه و سازمان ملل متحد خواسته بود استقلالش را به رسمیت بشناسد. یوگنی شوشوک حاضر نشد به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه در این مورد پاسخ گوید که آیا ترانسنیستر پس از استقلال چون شبه جزیره کریمه به روسیه خواهد پیوست. او تنها گفت که مردم کشورش خود در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد. پیشتر مردم ترانسنیستر در سال 2006 طی یک همه پرسی موافقت خود را با پیوستن به روسیه اعلام کردند. 60% مردم ترانسنیستر به زبان روسی صحبت می کنند و نیمی از آنها روس و نیمی دیگر اوکراینی هستند. ترانسنیستر در 27 اوت 1991 اعلام استقلال کرد. کشورهای جهان اما هنوز استقلال این کشور را به رسمیت نشناختند. بحران اوکراین که با حمله شورشیان هوادار روسیه به ساختمان‌های دولتی در 10 شهر در شرق اوکراین تشدید شده، با ورود 6 خودرو زرهی با پرچم روسیه به شهر اسلاویانسک ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. دولت اوکراین همینک برای بازپسگیری کنترل این مناطق در حال انجام عملیات ویژه در شرق این کشور است، اقدامی که انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در پی داشته است. غرب روسیه را به دست داشتن در بحران اوکراین متهم کرده و این کشور را مورد تحریم قرار داده است. سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارائه طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس به هیئت رئیس خبر داده تا آنطور که او میگوید شنود به صورت اسلامی در کشور انجام شود. بر اساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استانها حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در تیم شنود یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و 2 کارشناس از شورای تأمین استان حضور داشته باشند و رأی نهایی هم به عهده قاضی شنود باشد. طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین شده و برای حفظ حرمت مردم لازم و ضروری است. به گفته آقای حیدری طیب، ضرورت این طرح به این دلیل است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حضور سعید جلیلی در این دانشگاه و شعارهای آنان در حمایت از موسوی کروبی و زندانیان سیاسی، دست کم 9 دانشجوی معترض به کمیته انضباطی احضار شدند. به گزارش سایت کلمه، نام هیچ یک از اعضای بسیج دانشجویی و عوامل ضرب و شتم دانشجویان معترض در میان احضار شدگان نیست و تلفن‌های تهدیدآمیز و احضار تنها متوجه یک گروه از دانشجویان بوده که شعارهایی در حمایت از جنبش سبز سر دادند.
همچنین از سوی حراست این دانشگاه با تعداد زیادی از دانشجویانی که در این برنامه شعارهایی در حمایت از موسوی و کروبی سر داده بودند تماس‌های تهدیدآمیز گرفته شده است. با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان، نگرانی محافظه‌کاران از تصرف کرسی‌های این دو مجلس توسط نمایندگان اصلاح طلب افزایش یافته است. پس از خط و نشان کشیدن‌های احمد جنتی، دبیر پرقدرت شورای نگهبان، به کسانی که به گفته او در صدد تصرف مجلس خبرگان هستند، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج هم به کسانی که دنبال طراحی ویژه برای انتخابات مجلس خبرگان هستند هشدار داد. محمد رضا توی سرکانی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج، به کسانی که دنبال طراحی ویژه برای انتخابات مجلس خبرگان هستند هشدار داد و گفت مردم اجازه چنین کاری به آنها نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری بسیج، آقای توی سرکانی گفت کسانی که به دنبال طراحی‌های ویژه برای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری هستند بدانند که ملت هوشیار و بصیر هستند. این روحانی اضافه کرده مردم اجازه دخالت به صاحبان قدرت و ثروت را در انتخابات مجلس به هیچ حزب و گروهی نخواهند داد. توی سرکانی همچنین درباره مجلس خبرگان نیز گفته این مجلس محل اجتماع مجتهدین ولایی و انقلابی است که با همه وجود از ولایت مطلقه فقیه دفاع علمی و منطقی می کنند. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج همچنین خبرگان رهبری را مانع قرائت‌های منحرفانه، لیبرالی و غرب زده از اندیشه های روح الله خمینی معرفی کرده است. هشدار نماینده ولی فقیه در بسیج درباره تصرف مجلس خبرگان در حالی است که دهم فروردین ماه نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نسبت به تلاش عده‌ای برای تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بود. جنتی گفته بود در حال حاضر عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند. وظیفه شورای نگهبان سنگین‌تر می‌شود. در همین راستا اما اصلاح طلبان میگویند که پیروز انتخابات آتی مجلس هستند. روز سه‌شنبه در همین رابطه محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب گفت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد رضا خاتمی نایب رئیس دوره ششم مجلس با تاکید بر پیروزی اصلاح طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس گفته بود اصلاح طلبان باید دور هم بنشینند و با تشکیل جلسه در این باره به نتیجه برسند. همچنین عبدالواحد موسوی لاری از اعضای ارشد اصلاح طلبان نیز در اظهارات جداگانه‌ای گفته بود که مجلس آینده برای اصلاح طلبان است. حامیان علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی را سه رأس مثلثی می‌دانند که برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی برنامه دارند. محافظه‌کاران تندرو می‌گویند هاشمی با همکاری دولت حسن روحانی تلاش‌ها برای تصرف مجلس خبرگان رهبری را از قم و جلب نظر مراجع تقلید قم آغاز کرده است. آنها همچنین می‌گویند پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بیمان می رود که همچون سال 1378 مجلس شورای اسلامی به دست اصلاح طلبان بیفتد و تجربه مجلس ششم تکرار شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد بیش از 30,000 تن از کارکنان کارخانه UUN در جنوب چین یک هفته است که در اعتراض به دستمزد، قراردادهای ناقص اشتغال و بیمه‌های اجتماعی دست از کار کشیدند. بنابر اعلام این سازمان، ماموران پلیس طی هفته گذشته چندین کارگر معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند. کارخانه UUN تولید کننده کفش‌های ورزشی نایک، آدیداس، پوما و آسیکس است. دولت ونزوئلا و هیئت‌های مخالفان اعلام کردند دور جدید مذاکرات با هدف پایان دادن به بحران سیاسی دو ماهه این کشور با پیشرفت روبرو شده است. ونزوئلا از اواسط فوریه تا کنون صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیزی بوده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور گفته شورش‌های خیابانی تا کنون ده‌ها میلیارد دلار به
به اقتصاد کشور لطمه زده است. اعتراضات داخلی ونزوئلا در پی وضعیت بد اقتصادی و فساد و همچنین افزایش جرم و جنایت در ماه فوریه آغاز شد و تا کنون 40 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. مقام های کره جنوبی میگویند ساعت ها پس از غرق شدن یک کشتی با 459 سرنشین هنوز از سرنوشت نزدیک به 300 مسافر این شناور خبری نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کشتی روز 27 فروردین در آبهای سرد سواحل جنوبی این کشور غرق شد. بیشتر مسافران این کشتی دانش آموزان دبیرستانی بودند. تا کنون مرگ دست کم 2 نفر و زخمی شدن 7 تن از سرنشینان آن تایید شده است. برای نجات مسافران این کشتی 10 قایق و هلیکوپتر و شمار زیادی غواص به آبهای منطقه گسیل شدند. این کشتی گردشگران را به جزیره‌ای به نام ججو در آبهای جنوبی کره انتقال می‌داد. بر اساس گزارش‌ها و آمار موجود، سن اعتیاد در ایران کاهش یافته است و در حال نزدیک شدن به سن کودکی است. به گفته مقامات مسئول، مدافعان و فعالان حقوق کودکان و نوجوانان، خطر اعتیاد در میان نسل نوپای ایران جدی است. با این حال، آمار دقیقی از میزان افراد مبتلا به اعتیاد در کشور وجود ندارد. در گزارش مایستان بختیاری تصاویری هست که تماشای آن برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست. در مورد اعتیاد، میزان شیوع و تعداد معتادان در ایران آمار دقیق و روشنی در دسترس. یکی از دلایل این امر به ویژه حساسیت برخی از مراکز دولتی از جمله مرکز آمار ایران یا ستاد مبارزه با مواد مخدر در پرداختن به این موضوع، یعنی انتشار آمار تعداد معتادان در ایران هستش. معمولا آماری هم که از سوی این گونه مراکز منتشر میشه با دید تردید از سوی کارشناسان مواجه میشه. از جمله در آخرین آمار منتشر شده حکایت از اون داره که بالغ بر 1,300,000 معتاد در ایران وجود داره که بسیاری از کارشناسان معتقدند این آمار چندان همخوانی با واقعیت جامعه امروز ایران رو نداره و در خوشبینانه ترین حالت در ایران 2 تا 4 میلیون معتاد وجود داره. اما گذشته از مسئله تعداد معتادین در ایران، مسئله اخیری که بسیاری از پژوهشگران به اون میپردازن و هشدار جدی در این زمینه میدن، مسئله کاهش سن اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان و شیوع اعتیاد در میان گروه های سنی زیر 18 سال هستش. میدونیم کاهش سن اعتیاد در هر جامعه خطر جدی هستش که میتونه اون جامعه رو تهدید بکنه. ما در این زمینه هر روز شاهد آمارها و گزارش های جدیدی هستیم. از جمله روز گذشته خبرگزاری ایسنا اشاره کرده به پژوهش تعدادی از پژوهشگران ایرانی در این زمینه که اونها هم به همین موضوع، یعنی کاهش سن اعتیاد در واقع پرداختن و شیوع اون در میان کودکان و نوجوانان. یک مقایسه آماری هم در این زمینه صورت گرفته. از جمله در مقطع زمانی سال 1375 تا 77 گروه سنی زیر 10 سالی که اعتیاد رو تجربه کرده در اون مقطع زمانی 0% هستش که در این فاصله این سالها به یک بار به 1.1% میرسه. در همین مقطع زمانی دیگر گروه سنی، یعنی گروه سنی زیر 15 سال که اعتیاد رو تجربه میکنه، از 1% به 3.3% افزایش پیدا میکنه و در نهایت در پایان سال 1377 تعداد افراد زیر 18 سالی که اعتیاد رو تجربه کردن به یک بار آمار تصاعدی رو ما شاهد هستیم که به 25.5% افزایش پیدا میکنن و متاسفانه در طی این سال هم همینطور این روند افزایشی در مورد کودکان و نوجوانان و ابتلاع اونها به اعتیاد وجود داشته. بسیاری از کارشناسان نقش دولت رو در این زمینه بسیار نقش پررنگ و حساسی میدونن. اونها به ویژه معتقدن ایجاد مراکز آموزشی و فرهنگی و تدوین مواد آموزشی و بردن این مباحث به مدارس نقش بسیار مهمی داره در پیشگیری و ابتلاع کودکان به اعتیاد. در این زمینه آقای محمد ترکمان، کارشناس و روانشناس بالینی، هم به همین موضوع اشاره میکنه. از جمله ایشون به ماده 33 پیمان نامه جهانی کودک اشاره میکنه که در اون مشخصا دولت‌ها رو مسئول حمایت از کودکان و نوجوانان در مواجهه با خطر اعتیاد میدونه. ولی آقای ترکمان اشاره میکنه با وجود شیوع اعتیاد در طی این سالها در میان کودکان و نوجوانان، هنوز هیچ مرکز و سازمانی در کشور تأسیس نشده که در زمینه پیشگیری کودکان
بتوان از ابتلا به اعتیاد فعالیت بکنه، هرچند که صحبتهایی هست برای ایجاد برخی مراکز بازپروری کودکان معتاد، ولی بسیار از کارشناسان هم با دیده خوشبینی به این موضوع نگاه نمی کنند، چرا که اونها مسئله پیشگیری رو بسیار مهمتر از مسئله درمان می دونن. همونطور که گفتیم به مسئله ایجاد مراکز آموزشی فرهنگی و تفریحی و تدوین مواد آموزشی اشاره می کنند که بسیار مهمتر هستش. به این موضوع هم ما اشاره بکنیم. اخیراً آماری که منتشر شده از سوی پژوهشگران ایرانی حکایت از اون داره که سن اعتیاد در میان کودکان ایرانی به 12 سال رسیده. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه 1 ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود. شب و روز شما خوش.